تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. خدایا هرچی به مدتی فضل بوده بدون استحقاق نمیتونیم تو رو بشناسیم، نمیتونیم شکر کنیم، نمیتونیم شکر کنیم. از نعمت‌های ویژه‌ای که به ما داده‌ای بود که ما رو سر سفره قرآن نشوندی، آیه به آیه تلاوت شد و ما هم بیانی داشتیم، توفیق عملش هم از تو می‌خوام. از اول قرآن که شروع کردیم به جزء 22 رسیدیم، سوره فاطر. الان آیه 11 هستیم، بشنوید. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. خداوند شما را از خاک آفرید، هم حضرت آدم از آفرید ابوالبشر، هم ما از خاکیم، چون ما میگه از نطفه نیستیم، اسپرم و تکتلو. این نطفه از چیه؟ از غذای بابا و ننه. غذای بابا و ننه چیه؟ از خاک. مواد خاک شدن گندم و برنج و سیب زمینی و میوه و سبزی. پس زمین، مواد زمین شد میوه و اون میوه شد اسپرم و اسپرم شدیم ما. هم ما از خاکیم، هم پدرمون ابوالبشر. والله خلقكم من تراب، شما از خاکید. یادت باشه مغرور نشید، زوری پولی مقامی داریم از خاکی. منها خلقناکم، جای دیگه میگه و فیها نعیدکم، دو مرتبه تو خاک میگه تو قبر. و منها نخرجکم تارتا اخرى. سجده نمازم کد اینه. سجده اول یعنی چه؟ در نماز دو تا سجده میکنم در هر رکعت. سجده اول یعنی من خاک بودم، سر از سجده برمیداریم میشینی، یعنی الان زنده هستم. سجده دوم یعنی میرم تو خاک. بعد سجده دوم سر بالا میکنه، یعنی دو مرتبه قیامت از خاک بیام بیرون. والله خلقكم من تراب، شما را از خاک آفریدیم. ثم من نطفه، این خاک تبدیل شد به نطفه، مواد غذایی خاک شد گندم و برنج و میوه، شد نطفه. این نطفه ثم جعلكم ازواجا، سپس آنگاه شما رو زوج یکدیگر قرار داد. یکی از دانشمندان میگه گیرم خدا نبود بگیم تصادف دری به تخت خورد، به مرور زمان چنین شد، چنان شد، چنین شد، چنان شد، یه انسان خلق شد. میگیم خب این طبیعت کروکور، طبیعت بیعقل که در مرور زمان و در اثر تصادف یه آدم خلق کرد، یا کجا فهمید که ای مرد زن میخواد یا این زن مرد میخواد؟ نیاز به همسرش رو از کجا تشخیص داد؟ از کجا تشخیص داد؟ از آفرینش زوج هم آدم میفهمه که خدا حکیمه. بازی تناسبا، تعادلا. حالا اگر 40 سال همه زنها پسر بزن چی؟ 40 سال همه زنها دختر بزن چی؟ که این دختر میزاد، او پسر میزاد، او دختر داره، او پسر داره. یه جوری خدا تنظیم کرده که اینا چفتاشون به هم بخوره، وگرنه و ثم جعلکم ازواجا، همین که نرماده ها زوج قرار داد. طبیعت کروکور از کجا فهمید که انسان به همسر نیاز داره؟ ثم جعلکم ازواجا. بعد میگه که و ما تحمل من انسا، هیچ زنی، هیچ ماده‌ای، هیچ ماده‌ای حامله نمیشه، ولا تضع وضع هم نمی کند الا به علمه، یعنی همه بارهایی که توشه که مادر هست ما می دونیم کی باردار شدن و کی وضع هم نکنن، یعنی حامل شدن همه مادرها رو می دونیم، زایدن همه مادرها هم می دونیم. و ما یعمر من معمر، معمر یعنی کسانی که عمر طولانی دارن. اصلا این عمر از چیه؟ عمر از عمرانه، یعنی عمران آبادی، عمران تعمیر، تعمیرش کن، ماشین تعمیر کن چه آبادش کن، عمران تعمیر. عمر از عمرانه، عمرانی آباد کردن. و چون انسان وقتی زنده میتونه آباد کنه، مرده کار نمیتونه بکنه.
چون انسان وقتی زنده است میتونه آباد کنه، به عمرم گفتن عمر، یعنی این عمر داره، یعنی قدرت عمران داره. معمر یعنی کسان که و میفهمد و ما یعمر من معمر، یعنی هیچ صاحب عمر طولانی عمر نمی کنند. ولا یون قسم عمره، یا از عمرش کم نمیشه الا فی کتاب، هر که به عمرش اضافه میشه، هر که از عمرش کم میشه اونم میدونه، یعنی ریز کارا رو میدونه، ریز کارا میدونه کدوم ماده کجای کره زمین، کدوم ماده کجای هستی حامله شد، کدوم ماده در کجای هستی زایید، کی عمرش طولانی شد، کی چقدر از حسابش کم شد. شما الان بنزینش کارته، کارتو میزنی معلوم شد کدوم ماشین چه تاریخی، چه رو تلفن همراه معلوم شد چه ساعتی کی زنگ زده. انسان تونسته خیلی محاسبات رو کنترل کنه، خالق انسانه. حالا میگه عمر طولانی میشه، بله روایات داریم که صدقه عمر طولانی میکنه، صله رحم احسان به پدر و مادر عمر طولانی میکنه، برعکسش قطع رحم جسارت به پدر و مادر عمر کوچیک میکنه، کم میکنه. خب وقتی خلقکم من تراب، بعد میگه انذاره که علی الله یسیر، آسونه آسونه. پرسیدن چطور خدا حساب این همه جمعیت روز قیامت داره، چطور میخواد روز قیامت از همه این همه جمعیت حساب بکشه؟ گفتم تو که خدا روزی به همه میده، همونطور که به همه روزی میده از همه حساب باز میشه. زانکه یسیر آسونه. خب اگر والله خلقکم من تراب، اگر شما از خاکید، برای تکبر، برای چی مغرور، غرور نباید بگیریم، تکبر نداشته باشیم. عناصر اصلی ما آب و خاکه. خب خداوند همه حالات انسان را و همه حالات هر موجود را از قبل از تولد حاملگی تا بعد از مرگ میدونه. انسان عمر معینی داره، ولی گاهی اضافه میشه به خاطر عبادتش و خدماتش و کارهای صالحی که میکنه، گاهی هم کم میشه به خاطر خلافایی که میکنه. و تمام لحظه های عمر حساب و کتاب داره، هیچ چینی الا فی کتاب، همه اینا حساب و کتاب داره. خب آیه 11 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.